بعد به رسمیت شناختن موقعیت مجاهدین خلق می‌گذرد که وزنه تعادل در برابر دخالت‌های حکومت ایران هستند، کما اینکه خلع سلاح آنها موازنه استراتژیکی در این منطقه حساس از جهان را به سود رژیم ایران برهم زد. فروردین 86، بیانیه 450 هزار مردم دیالی درباره ابعاد هولناک دخالت‌ها و جنایت‌های رژیم ایران در این استان و سلسله ترورهای انجام شده توسط مزدوران این رژیم. آبان 1386، بیانیه 300 هزار شیعیان عراق که فریاد می‌زنند از آوریل سال 2003 پس از اشغال عراق، نیروهای قدس رژیم ایران و ایادی آن سرنوشت مردم ما در این استانها را با اعمال وسیع‌ترین ترورها و قتل‌های وحشیانه به دست گرفتند. در هر گوشه و کنار جوخه‌های مرگ تشکیل دادند و به بهانه‌های مختلف و با زدن اتهامات ناروا دانشمندان، شخصیت‌های مذهبی، سیاسی و اجتماعی، میهن پرستان عراقی و استادان دانشگاه را ترور کرده و از سر راه اهداف شوم خود بر می دارند. رژیم ایران و ایادی آن با آوردن ده‌ها هزار مأمور و تروریست شهرهای کربلا و نجف را به تویول خود تبدیل کرده و به سرکوب سیستماتیک نیروهای ترقی‌خواه و ملی عراق پرداخته است. مرداد 1387، بیانیه 3 میلیون شیعیان عراق درباره ضرورت طرد رژیم ایران در عراق و از عراق. اینها هم تماماً 18 سال به بالا، دارای اسامی و آدرس‌های مشخص و در دسترس و تأیید شده توسط شیوخ عشایر، حقوقدانان و وکلا